سلام به همه دوستان عزیز، به کانال ما خوش اومدید. ویدیو امروز ما درباره آموزش زدن هوش فنری روی یک رزوه هرس شده سایز 6 هست که این کار رو ما میخوایم روی یک سرسیلند موتورسیکلت انجام بدیم. این قطعه که مشاهده میکنید سرسیلند موتورسیکلت هوندا هستش که قسمت درب بالای فیلرها یا قالپاقیش با سه تا پیچ بسته میشه که همونطور مشاهده میکنید یکی از این پیچ ها هرس شده و صفر نمیشه و مشاهده میکنید که دو تا پیچ دیگه اون به خوبی باز و بست میشه و این پیچ هرس شده رو ما بایستی با بوش فنری درست کنیم. قطعه فنر مانندی که تو تصویر میبینید بوش فنری سایز 6 هست که بایستی اونو داخل رزبه خراب ببستیم و همونطور که میبینید هم از سمت داخل و بیرونش رزبه داره و در از پیچ 6 ما بایستی داخل خود این بوش فنری بسته میشه. معمولا تو سایز کوتاه بلند هست که ما برای این قسمت از مدل کوتاه‌ترش استفاده میکنیم. خب برای اینکه بتونیم بوش فنری رو داخل رزبه خراب سرسیلند ببستیم احتیاج داریم که داخل رزبه خراب رو دوباره قلاویز کنیم یا قلاویز بشه، ولی نه با قلاویز معمولی سایز 6 بلکه احتیاج به یک قلاویز بخصوص داریم که ما بهش میگیم قلاویز هلیکویل 6 یا قلاویز فنر 6 که معمولا به صورت تکی هستن. سایز اصلیش هم اگر از تو ویدیو مشاهده کنید روش نوشته 6x1.25. در اصل دوستان قلاویز هلیکویل رزوه بیرونی بوش فنری رو برامون داخل سوراخ خراب میزنه، یعنی بیرون فنر هم اگه مشاهده کنید بوش فنری رزوه داره، داخلش هم رزوه داره، داخل همون رزوهش که میشه همون پیچ سایز 6 مون بسته میشه و رزوه بیرونیش که داخل سوراخ خراب بسته میشه اینو قلاویز هلیکویل انجام میده و در ادامه ویدیو میتونید تفاوت قلاویز هلیکویل یا فنر رو با قلاویز معمولی 6 مشاهده کنید که چقدر از لحاظ اندازه تفاوت دارن. قلاویز هلیکویل معمولا به صورت تکی هستن و خیلی سایز و اندازه بزرگتری دارن و قلاویز 6 معمولی معمولا به صورت ستایی هستن و از لحاظ اندازه خیلی کوچکتر هستن. قبل اینکه پیچ خراب شده رو با قلاویز هلیکویل رزوه بزنیم بایستی با یک مته سایز 6 سوراخ رو کمی بزرگتر کنیم تا قلاویزمون جا بشه. قبل زدن هر نوع قلاویز بایستی بسته به نوع سایز پیچ سوراخ رو با مته‌ای که به سایز قلاویز بخوره سوراخ بزنیم. حالا اینجا یک سوال پیش میاد، چرا اینکه رزوه خراب شده ما که سایز 6 هست رو بایستی مته 6 بزنیم؟ این به خاطر اینه که برای هر سایز قلاویز اندازه قطر سوراخ باید به صورتی باشه که به اندازه کافی جا برای ایجاد دنده های رزوه وجود داشته باشه. در مورد خود همین رزوه 6 بایستی با مته مثلا 4.5 یا 4 سوراخ بزنیم و بعد با قلاویز 6 رزوه جدید رو ایجاد کنیم و اگه ما بخوایم برای ایجاد رزوه 6 مته 6 بزنیم رزوه مورد نظر ما برای پیچ سایز مثلا 8 به دست میاد و قلاویز 6 نمیتونه رزوه ایجاد کنه و پس این نکته ای که باید دقت داشته باشید. بعد اینکه سوراخ رو مته زدیم نوبت به زدن رزوه با قلاویز فنر هست. خب با آچر مخصوص قلاویز رو شروع به چرخوندن میکنیم و همزمان فشار میدیم تا رزوه جدید ایجاد بشه. قبل این کار کمی روغن به خود قلاویز میزنیم تا عمل رزوه زدن رو بهتر انجام بده. فقط دقت داشته باشیم که تا انتهای سوراخ پیش قلاویز رو بچرخونیم که بتونه رزوه رو ایجاد کنه و بعد از اتمام قلاویز شروع به باز کردن قلاویز میکنیم و اگه به سختی باز شد بایستی خود قلاویز رو شلو سفت کنیم یا به سمت چپ و راست بچرخونیم که بتونه به راحتی در بیاد و بعد اتمام این کار بایستی تمام پلیسه های ناشی از ایجاد رزبه رو به طور کامل تمیز کنیم. میبینید که رزوه جدیدی رو که با قلاویز هلیکویل زدیم به خوبی درست شده و میتونید مشاهدهش کنید. حالا نوبت بسته شدن بوش فنری سایز 6 داخل رزوه است. قبلا گفتیم این بوش ها
مدل های کوتاه بلند دارن که از مدل کوتاه‌ترش ما برای این قسمت استفاده میکنیم. برای بستن این گوش ها داخل رزبه نیاز به یک آچار مخصوص هست. اگه دقت کنید یک سر بوش حالت دستگیر مانند داره، این برای این هست که بتونیم با این آچار مخصوص این بوش فنری رو داخل رزبه بچرخونیم و سفتش کنیم. شما میتونید این آچار رو با یک پیشگوشتی، کافیه که یک سرش رو سنگ فرد یا کمون اره بگیریم و یک شیار ایجاد کنیم و این آچار رو بسازید و بعد از اینکه بوش فنریمون داخل رزبه بسته شد، اون قسمت دستگیر مانند باعثی به طور کامل جدا و کنده بشه. برای این کار کافی با همون آچاری که بوش فنری رو سفت کردیم اون قسمت رو کمی به سمت چپ و راست بچرخونیم و خودش به طور کامل جدا میشه و میتونید اینجا مشاهده کنید که این قسمت رو ما جدا کردیم و درش میاریم. بعد جا زدن و سفت کردن بوش فنری میتونید مشاهده کنید که یک پیچ سلاید 6 به راحتی داخل اون باز و بسته میشه. دوستان، این بود آموزش زدن بوش فنری روی رزبه خراب سلاید 6. امیدواریم از ویدیو خوشتون اومده باشه و تا یک ویدیو دیگه، خدا نگهدارتون.